بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هموطنان عزیز، با بندار بسیار زیاد خوش آمدین. من رولای باوری هستم، شما بندار از پرده زیبای آریانا بیننده هستین. هموطنان عزیزی که بیرون از افغانستان ما را بیننده هستن، یک سلام با آب و هوای وطن تقدیمشان امید که اونا هم صد سلامت باشن، از گزند روزگار هم در امان باشن و بیننده برنامه زیبای بندار باشن. هموطنان عزیز، مهمان امشب برنامه ما یکی از شخصیت های است که هم در وقت جهاد فعالیت های خود را داشتن، هم فعالیت های سیاسی دارن. در پهلوی از او استاد پهنتون هم است، استاد محمد صابر صدیقی، استاد پهنتون. استاد، به برنامه بسیار زیاد خوش آمده. تشکر، سلامت و بخیر باشی. میشه که همراه دوستا سلام علیکی داشته باشین؟ من سوالات خود بعد از سلام علیکی شما آغاز میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما، همکاران تکنیکی، بینندگان خوب تلویزیون آریانا نیوز و هموطنان عزیز ما که در خارج در حالت مسافریت بسر میبرن. بسیار خوب استاد، در برنامه های سیاسی خو زیاد اشتراک کردین، در برنامه های از مقادر آریانا نیوز هم گفتین، البته آریانا هست از ما، در برنامه های سیاسی، در برنامه های مثلا که بحث از سیاست و مسائل فعلی میشه زیاد حضور پیدا میکنین، ولی ما خواستیم که درباره آن سوی زندگی شما بفهمین، درباره زندگی شخصی تان، درباره فعالیت های اجتماعی تان خبر باشیم. استاد محمد صابر صدیقی کیست؟ صادقی. صادقی البته. با سپاس. محمد صابر صادقی، فرزند مرحوم استاد مولوی محمد صادق صادقی، بسیار خوب، مربوط ولایت پروان، ولسوالی زیبای بگرام. بسیار خوب. و چند سال است استاد؟ در کجا به دنیا آمدین؟ ما بهار 50 خدا سپری میکنم. 50 سال هستین. و یک قریه کوچکی. اگر 50 سالگی استاد ریشتان سفید شده. بدبختانه که تقریبا 3 سال پیش سفید شده بود خانوزم. به هر حال و یک قریه کوچک است به نام دیملا در ولسوالی مربوط ولسوالی بگرام، در پروان دیگه، در پروان. بله، ما از در پروان در ولسوالی بگرام یک قریه است. اونجا متولد شدیم و به سن 6 سالگی به کابل آمدیم. بسیار خوب. و در این نقاش کار جویشیر میگن خانه ما بوده و در مکتب انصاریام. خب، مکتب باز در کابل شروع کردیم. در کابل شروع کردیم و در نخستین روزایی که شروع کردیم صنف 2 بودم که افغانستان ترک کردیم و جهان هجرت رو بردیم. رو آوردین. صنف 2 بودین که افغانستان ترک کردین. فقط و به کجا هجرت کردین؟ امو روز نخستی که حکومت سردار محمد داود خان شهید کودتا علیهش صورت گرفت، قبلگاه مدعو وقت زمان، الله پاک با سایر شهدا مغفور و محروم بگردانشان، در عربستان سعودی به سر می برد و از سعودی به پاکستان آمدن و توسط یکی از دوستای ما کار شاید فوت کرده باشند، حتی چون دو وقت ریسفید بودن و از پاکستان به پشت ما آمدن و ما توسط از اونها پیاده به او سن کودکی، خیمه به خیمه و کوته به کوتال مهاجر شدیم به پاکستان. و بعدا فکر بکنم که یک مار سپری کرده بودن به پاکستان که فامیلای دیگه باقی مانده ما که در کابل بودن و یک برادر بزرگ ما که به نام محمد اسحاق صادقی بود، او را از جمله امون نخستین شهدای مجاهدین راه آزادی وطن که علیه اتحاد جماهیر شوروی وقت می جنگیدن، از امون نخستین شهدایش بود که اونا شهید شدن و متباقی فامیل با پاکستان مجاهد شدن. مکتب و مهاجرت خواندین؟ ما مکتب از لیسه مجاهد که مربوط به جمعیت اسلامی افغانستان میشد، از اونجا فارغ شدیم و پنتون هم از دعوت الجهاد خود اوجا باز خلاص کردیم. بله سبا. بسیار خوب است. و بعد از اینکه مکتب خلاص کردیم، تحصیلات هم حتما دیگه ادامه دادین پنتون و تحصیلات عالی رو؟ فقط زمانی که مکتب هنوز تمام نشده بود، سنف 11 بودم، دقیق یادم است که باز سن ایام جوانی بود، ریش بروت هنوز نداشتم و دقیق بیادم است که یک ماه یا یک و نیم ماه از روسی مسپری شده بود که تفنگ به شانه ما کردن وقت جهاد شد. و ای در حالی که 20 روز پیش از من یک برادر بزرگم بود، الله پاک شهادتش قبول بکنه، با شهادت رسیده بود و پدر اراده و مشورهش می شد که باید به سنگرهای داغ جهاد به داخل افغانستان بیم که با نخستین کاروان در او وقت ما با از رای ما دو چیز داریم، در میرای لغمان که بیایی
لطبند لطبند و اینمی طور که میاید در این نور میگن و در این نور مربوط هم به کنر میشه یک در این نور به کنر است یکی هم به لغمان است باز از امی در رای در این نور به سو سنگره علی نگار علی شنگ باز از اینمی طور یک دشت از بنام دشت شیطانگم از اینمی دشت شیطانگم که سپری میکنی یک منطقه که بسیار کوچک است به نام درم 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 خب از این ما بسیار خاطره های دارم درم درم کجاست استاد؟ فقط همی دشت شیطانگم متصل که ختم میشه مربوط تگو میشه و این بسیار جالب است دشت شیطانگم دوستایی که رفته باشن خونه دیدن دوستایی که نرفتین بسیار خطرناک جا است یک شبانه روز راه است در یک شبانه روز یک دانه درخت نیست یک گیاه نیست تمامش ریگ است و پای تام که ببینی در یک گور میری و هلیکوپتر از یک طرف میمد کمین دشمن از دیگه طرف بود آب نبود نان نبود خانه نبود دیگه یک عجل مطلق بود دمیجا که ما میرسیدیم دوستایی که یک ذره تجربه داشتن اونها کسی است که شما دیگه تازه آمدین ای اولین بار است که آمدیم باز ایرا را باز ما 13 بار دیگه پای میدیم پیاده 13 بار ما افغانستان پاکستان پیاده منزل زدیم که از اون طرف هم تفنگ و مرمی در پشت ما و از این طرف هم آب و نان و لباس های ما جالب ترش از این بود که وقتی که در دشت شیطانگم میرسی اکثریت وقت هلیکوپتر ها میمد از حکومت رژیم گذشته و بمبارد میکرد با در اون وقت ما قدر زیاد تجربه هم نداشتیم مجاهدینی که پیشتر از ما رفت آمد کرده بودن باز اون میگفت پروت بکنین امین ناخونه های تنپاد بکنین یک گپ از اونا بدن باز متأسف که خلاص میشه دشت شیطانگم یک منطقه است به نام درم درم این درم درم یک حکمت داره اینجا برادرای پشتو زبان ماست ما که رسیدم کاروان از ما رفته بود ما 120 نفر بودیم ده 120 نفر یک نفر ما ماندم که اما کاروان رفت چون می پایکایم کلش پندیده بود اوله کده بود و یک قسم پیاده آمده بودیم دیگه کلش پیاده بود ها و بچه نازدانم اولین بار است که سفر بکنم بچه مادر واقعیتش ای گاهی اشکایی میمد چرا آمدی؟ خود کی چی رقم شد کاروان هم رفت سردت به کجا میرسه؟ گاهی خود تسلی میدادم که خب وقتی که یک مرد کمره میبنده و درای خدا گام میگذاره این چیزا رو باید متحمل شد ما دقیق بیادم از 12 و 10 دقیقه شب بود که در منطقه که درم درم ندارم اینجا رسیدم تاریکی بسیار زیاد است یک درندرم استاد در کدام ولایت است در لغمان است نه 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 در مربوط به کاپیسا میشه خود کاپیسا است دیگه با دمیجه که رسیدم یک تاریکی را دیدم یک ویرانه را خواستم که امیجه اگه شب بر یک ساعت یک نیم ساعت استراحت کنم خب بسیار زله بودم که ماندگی را فشار دیگه من نمیفهمم که این چی خانه است چی است دیگه نگو این مسجد است شهید شده خب اساس بمباردم بدبختی در اینجاست که یک سگ امیجه چوشه داده و ما غافل از اینکه می پای ما موندم این پای ما در سر از آمد که می آمد از این پن پای ما گرفت حال یک مشکل که تزی دارم خب بالاخره ای که از سر از خود خطا دادم شما باور به خدا بکنین که جهاد عجب یک برکتی داشت عجب یک عظمتی داشت ای که بعدها چی آمد سر جهاد و چی باز گپ صحبت سرش خواد کردیم همیشه ما شب از سپری کردم صبح خیستم که دمو کنج مسجدم و سکه چوچه کاش بود دمی کنج ما بودم که آزان صبح میداد چند قدمی پیش آمدم که اگری سفید با همساگک در دستش از مسجد بر آمده بود ما گفتم کاکا سلام علیکم گو پشتو خبری کوه ما پشتو را یاد دارم دقیق برش گفتم که سو که گفتم یه مجاهد لک دوده کرا ترام لک دوده کرا سنم سایی که تمی تو پیشت گفت رازه رفتم نمی خانم ارشان رفتم چای آورد نان آورد من آنقدر گشنه هستم پرسان نکو شروع کردم دمی نان خوردن صدا از این که خانمش دمی دالیز می آمد بین خود مشکل داشتن من تو حد زدم که شاید این مشکل سر ما باشه که چرا حد به نیرا آوردی یا کدام رقم می خواستم که از جایم بخیزم که در آمد کمی دستکاش می لرزه و همیشه شف لنگیش در دستش هست همی دستکش ها می لرزه گفت پرسان نمیکنی که ما چه مشکل داشتیم؟ من گفتم که نه گفت این منطقه یک رسم رواج خاص داره وقتی که عروسی میکنن میوه دامن در او وقت همون نقل و قند میبود عادتا در او زمان ها وقتی که اینمی نقل و اینمی چارمغز و یا قند هرچی که هست یک توتی ازی باید تا آخرین حیات همی خانم باشه و او را در داخل قبر کتش میمانیم خوب. اگر همی توتا نبود گویا که فکر بکن یک لکه بسیار ننگ است برای ما مردم
گفتی خانم مرا گفت که از یک طرف تو مجاهد آوردی در خانه، از دیگه طرف ما شیرینی نداریم، از دیگه طرف چای تلخ پیش روش موندی، از یک طرف یک تو تا قند سیاه مونده که ما او را برای مردن خود نگاه کردیم. حال ای را بگو که مرا به قند گور میکنی، این مجاهد چای تلخ میتی، چی میکنی؟ میگه ما برایش گفتیم که بلا مجاهد چای تلخ دادم میتونم، ولی تو را بخو به قند گور کردن میتونم. همین خانم گفت که مرا به قند دفن کو، ولی مجاهد چای شیرین بده. منظور ما سر از این که ملت ما، مردم ما، این موضوع هر وقت یادم میاد باز گلون مرا میگیره. ما یک بغض میگیره که تا صحبت کردن میمونم که دیانت مردم، تقوای مردم، ایمانداری مردم در قبال جهاد، در قبال مجاهد و عملکرد مجاهد که بعدها امروز اکثریت مردم حتی میشرمند بگن که ما در جهاد بودیم یا ما مجاهد هستیم. یک حالت عجیب و غریب آمد و باز ما برش اجازه ندادم. ما گفتم نه، ما چای خود خوردم دیگه، مال نیاز ندارم به این زپا، چون نانم ختم است. از پیش از اینا برآمدیم، باز ما متر آهسته آهسته به جبهه میگم در بغرام. استاد، این که در جبهه چی صورت گرفت و در جبهه چی کارها را انجام دادین، بعد از یک وقفه ادامه میدیم. دوستان عزیز، شما یک وقفه کوتاه بگیرین، استاد با ما هست، بعد از یک وقفه دوباره برمیگردیم.